هر روز چادرهایتان عقبتر، مانتوهایتان چسبتر، پتلونهایتان تنگتر. بنده کدام خدایید؟ دل چند نفر را لرزانده اید؟ کدام مرد را از همسر خود دل سرد کرده اید؟ چند پسر بچه را به سمت پنهانی دیدن عکس و فیلم مستحجن سوق داده اید؟ اشک چند پدر و مادر و همسر شهید را در آوردید؟ چند دختر بچه را تشویق کرده اید که بعدها به حجابی را انتخاب کند؟ چند زن را به فکر انداخته اید که از قافله موت عقب نمانند؟ اسرت چند کارگر دور از خانواده را بلند کرده اید؟ با روی خون کدام شهید گذاشتید؟ باعث دوای چند زن و شوهر به خاطر مدل تیپ زدن و آرایش کردن شدید؟ چند زوج را به هم بی‌اعتماد کرده اید؟ نگاه های چند مردی که همسرش دارد همراهش را می رود به تیپ و هیکلت افتاد؟ نگاه های هوس‌آلود چند رهگذر؟ چطور؟ باز هم می گویی دلم پاک است؟ چادردارها بروند خودشان را اصلاح کنند؟ باز هم می گویی مردها چشمشان را ببندند نگاه نکنند؟ عزیزم، خواهرم، جامعه چهاردیواری اختیاری تو نیست. من اگر گوشه ای از این کشتی را سوراخ کنم همه غرق می شوند. می توانم گاز زهرآلود را اسپری کنم و بعد بگویم شما نفس نکشید؟ آنقدر در حق خودت و دیگران ظلم نکن. اگر زلف تو سر بیت شاعران است، یکی از زیباترین جملاتی که در وصف حجاب دیدم و با آن بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم این بوده است: اگر زلف تو سر بیت شاعران است، حجاب من آیه هایی از قرآن است. نمیدانم نویسنده این بیت کیست، ولی هر کس که بوده رحمت خداوند بر او باد، چون واقعا حق مطلب را ادا کرده است. ای کاش تمام بانوان مسلمان آن را حفظ می کردن. آری خواهرم، بگذار شاعران و خوانندگان در مورد گیسوان و زلفهای پریشان شعر بگویند. مهم آن است که الله متعال سازنده کائنات در مورد حجاب شما حرف زده است. بگذار خانمهای بی حجاب شما را به خاطر پوشیده بودن مسخره نمایند، ولی الله متعال آن را ارزشمند دانسته است. ارزش طعنه آنها کجا و ارزش کلام الله سبحانه و تعالی کجا؟ معمولا انسان ها به توجه نیاز دارند، خصوصا خانم ها در این زمینه حساسیت بیشتری دارند. اما خوش به حال کسانی که توجه الله متعال را به توجه مخلوقاتش ترجیح می دهند. امام غزالی چه زیبا فرمودن: بدان که هلاکت بیشتر انسان ها به خاطر این است که از سرزنش مردم می ترسن و دوست دارن مورد ستایش و تمجید قرار گیرن. به همین خاطر بیشتر حرکاتشان بگونه است که موافق خاص و رضایت مردم باشد، تا ستایش و تمجید تعریف آنان را جلب کرده و از مذمتشان بدور باشن. بله خواهر مسلمانم، باز هم میگوی دلم پاک است؟ حجاب نمی کنم دلم پاک است. آیا دل تو از ازواج پیامبر صلی الله علیه و سلام کرده پاک است؟ آنها هرگز نگفتند دلم پاک است، ولی حجاب کردند، در حالی که دل آنها از دلهای ما کرده پاک بود. بله خواهرم، حجاب فرض الله سبحانه و تعالی است. پس چه زیباست به خاطر الله سبحانه و تعالی فرض او را به جا بیاوریم.
حجاب کنیم، پوشیده باشیم تا رضایت او را جلب کنیم. چرا خودم مشابه با زنان کفار کنیم؟ چرا؟ ما مسلمان هستیم، باید به دستورات خالق خود تسلیم باشیم، آنچه امر کرده به جا بیاوریم. پس در حجاب چه بدیست که ما به بی‌حجابی تن دهیم؟ خواهرم، هرگز، هرگز ترک نکن آنچه را که در آن عزت تو است، آنچه را که در آن عفت تو است، آنچه را که در آن